امواره از رابرد جنگی حکومت بر ضد عراسفکنان انتقاد شده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که رابرد دفاعی حکومت سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد شده است. استراتژی دفاعی وزارت دفاع و نیروهای امنیتی ما، نیروهای امنیتی ما را زمینگیر ساخته و در چهاردیواری ولسوالی ها محدود ساخته است. یقینا و جدا باید حکومت افغانستان برای سرکوب تروریستان اونا را در لانه هایشان مورد تهاجم قرار بده و از این لاک دفاعی خود بیرون بیایه، استراتژی تهاجمی را در پیش بگیره. اعضای مجلس نمایندگان می گویند که نبود راهبرد پیشگیرانه از عملات عراسفکنان در ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی فاجعه آفرید. اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می خواهند تا عملیات نظامی را در ولسوالی های امجوار مالستان و جاغوری برای سرکوب تروریستان ادامه بدهد. باید عملیات ادامه پیدا کنه و وارد ولسوالی گیلان شوند، ولسوالی خاک افغان در ولایت زابول، همچنان اروزگان. این ساحات باید تصفیه شود. این مناطق مناطقی است که در طول سالها در اختیار دشمن هست. قرارگاه های امن دشمن در این ساحات قرار داره، اما چون متاسفانه اقدام به موقع صورت نمیگیره، استراتژی پیشگیرانه وجود نداره، دشمن جغرافیای جنگ را در مناطق مسکونی میکشانه، صدها و هزاران فامیل را آواره میکنه و ده ها انسان را به قتل میرسانه، بعد هم اقدامات انجام میشه. در همین حال وزارت دفاع ملی از پاکسازی ولسوالی جاغوری و مالستان از حضور تروریستان خبر میدهد. سخنگوی این وزارت میگوید که برای تامین امنیت این دو ولسوالی تدابیر ویژه در نظر گرفته شده است که به زودی عملی میشود. د دې ترڅنګ په دې ولسوالیو کې دوه ټوله یا منطقوي قوت جوړیږي. هغه منطقوي ځواکونه به د ملي دفاع وزارت اړوند د 203 تندر قلی اردو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې د جلب و جذب لپاره پرسونل هلته تللی دی. د جلب و جذب نه وروسته به د دې ټولې چارې د 203 تندر قلی اردو لخوا مخته وړل کیږي او موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې هلته نور اجازه نه ورکوو چې تروریستان او طالبان د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. این سخنان در حالی مطرح می شود که عراسفکنان دو هفته پیش عملات خود را بر ضد نیروهای امنیتی در ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی آغاز کرده بودند. در این جنگ ده ها غیر نظامی شهید شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. همچنان صدها خانواده نیز در پی این جنگ آواره شدند.